سرخط خبرها. همچنان در حال جولان در در ایران مقام‌های بهداشتی اهواز می‌گویند خوزستان در خطر است. در آن سوی جهان ترامپ گفته شیوع کرونا بدترین حمله در تاریخ آمریکا است. پایان بن‌بست سیاسی عراق، مصطفی کاظمی و اکثر وزرای کابینه‌اش از پارلمان رأی اعتماد گرفتند. واکنش یک زندانی استرالیایی به ادامه وضعیتش در ایران، گفته شده کایلی مور گیلبرت 3 بار اقدام به خودکشی کرده. و هدیه ای از نقاش سرشناس ناشناس برای کادر درمان بریتانیا. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. در ایران مقام‌های مسئول در مورد گسترش ویروس کرونا در استان خوزستان هشدار دادند. رئیس یکی از بیمارستان‌های این استان گفته بیش از نیمی از افرادی که به اورژانس مراجعه می‌کنند باید بستری شوند. در دیگر نقاط جهان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شیوع کرونا را بدترین حمله به آمریکا توصیف کرده و در اروپا در حالی که بسیاری از کشورها خود را برای بازگشت تدریجی به شرایط عادی آماده می‌کنند، میزان خسارت کرونا به اقتصاد کشورها کم کم مشخص می شود. کاوه مشکات گزارش می دهد. در پایتخت همه چیز در ظاهر به حالت عادی برگشته و ظاهرا همه چیز به دوران پیش از کرونا بازگشته. به گفته وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته بیش از 1400 مورد جدید ابتلا به کرونا ثبت شده که بیشتر آنها علائم خفیف بیماری داشتند. اما در خوزستان وضعیت بحرانی است. رئیس بیمارستان رازی اهواز گفته مردم فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکردند و همین باعث شده از هر دو مراجعه کننده به این بیمارستان یک نفر بستری شود. و البته یه وضعیت نگران کننده نسبی هم ما در استان خوزستان داریم که تقریبا میشه گفت که به استثناس نسبت به همه استانها خوزستان دیرتر شاید وارد فاز طغیان بیماری شده و امروز هم که خدمت شما هستیم وضعیت چندان مناسبی گزارش نمیشه. تعداد موارد چه بستری چه موارد سرپایی افزایش پیدا کرده و استعداد داریم مردم عزیز این استان در همه شهرستانها فارغ از اینکه حالا در چه حد درگیر این بیماری هست، حتما نکات بهداشت فردی عمومی، فاصله گذاری و در خانه ماندن رو به صورت حداکثری رعایت کنند. همه اهل محل در چند روز گذشته بحث در مورد بازگشایی مکانهای مذهبی در ایران بیشتر شده. حالا تلویزیون ایران هم با انتشار این ویدیو راههایی برای بازگشایی دوباره مساجد با رعایت فاصله گذاری اجتماعی ارائه کرده. خطر افزایش دوباره تعداد بیماران هنوز وجود دارد. یک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته تا زمانی که شناسایی، جداسازی و قرنطینه افراد مبتلا به صورت جدی انجام نشود، کاهش محدودیت‌ها می‌تواند خطرناک باشد. اما اینجا در آمریکا دونالد ترامپ از تصمیمش در مورد انحلال کارگروه ویروس کرونا عقب نشینی کرده و گفته که این کارگروه تا آینده نامعلوم به وظایفش ادامه خواهد داد و به بازگشایی اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا کرونا را که تا به امروز باعث مرگ بیش از 73 هزار نفر در این کشور شده، بدتر از فاجعه بارترین حمله به آمریکا توصیف کرده و بار دیگر چین را متهم به کمکاری در کنترل این ویروس کرد. خطر گرسنگی با شیوع کرونا بیش از هر زمان دیگری بسیاری از کشورها را تهدید می‌کند. سازمان ملل هشدار داده که در نقاط مختلف جهان امکان قحطی‌های متعدد وجود دارد. این سازمان برای کمک به کشورهای آسیب پذیر درخواست بیش از 6 میلیارد دلار کمک کرده. در اروپا بسیاری از کشورها با رعایت فاصله گذاری اجتماعی سعی در بازگشت به شرایط عادی دارند، اما خسارات وارد شده به اقتصاد این کشورها کم کم مشخص می شود. بریتانیا خود را برای خروج از قرنطینه آماده می کند، ولی مردم این کشور خود را برای روزهای سخت آماده می کنند. بانک مرکزی بریتانیا هشدار داده که کرونا این کشور را در آستانه بزرگترین بحران اقتصادی تاریخش قرار داده. این روزها کشورها سعی می‌کنند دیر یا زود به وضعیت عادی بازگردند،
ولی ضربه شدید به اقتصاد بحران دیگری است که پس از کرونا جهان را تهدید می‌کند. کاوه مشکات، بی بی سی. و همونطور که گفتیم در ایران مقام‌های بهداشتی در مورد گسترش کرونا در استان خوزستان هشدار دادند. سروش مظفر مقدم نویسنده و روزنامه‌نگار از شهر مشهد با ما هستند. آقای مظفر مقدم، دولت ایران تحت فشار محافل مذهبی دست به بازگشایی مراکز مذهبی و مساجد و مراسم زده. در مشهد، شهری که شما زندگی می‌کنید، وضعیت چطوره؟ سلام و درود بر تمام شنوندگان و بینندگان شما. هر ساعت در مشهد هم به همین شکل بسیاری از اماکن از جمله مساجد و تکایا مجدداً بازگشایی شده. بعضی از اماکن کماکان در حالت تعطیل هستن، ولی در بسیاری از جاهای شهر مشاهده می‌کنیم که در واقع این اماکن باز شده. یک سری دستورالعمل‌ها همینجور که در گزارشتون شما اشاره کردین آمدن و به نوعی در فضای مجازی یا در رسانه‌های گروهی منتشر کردن مبنی بر فاصله گذاری اجتماعی. منتها تا جایی که دیده های من اجازه میده میتونم بگم که این بحث فاصله گذاری اجتماعی چندان رعایت نمیشه، یا بهتر بگم که در مواردی به هیچ وجه رعایت نمیشه و مردم در حقیقت مشغول شدن به اون روال زندگی عادی خودشون پیش از کرونا. موضوع هم همین هست، این که اول در مورد مشاغل کم خطر صحبت می‌شد و از فاصله گذاری هوشمند صحبت می‌شد، اما الان در مورد بازگشایی گرد همایی‌های مذهبی صحبت می‌کنیم که این به هیچ وجه نمی‌تونه یک اتفاق کم خطری باشه. کاملا درست می‌فرمایید. به قول معروف اقشار سنتی و محافل مذهبی جز اون گروه‌هایی هستن که خب به حال فشارهایی رو وارد می‌کنن، چه به دولت چه به متولیان، در واقع سر این قضیه که میبایستی مساجد، تکایا، حسینیه ها و احتمالاً حرم امام رضا مجدداً بازگشایی بشه. این خطر خیلی بزرگی رو در واقع به وجود میاره، خصوصاً در شهری مثل مشهد. در صورتی که بازگشایی ها کاملاً صورت بگیره، مسافران بسیاری به قصد زیارت وارد شهر میشن و این باعث میشه که یک اپیدمی و یک موج جدیدی از بیماری متاسفانه درگیر بشه. آیا این تصمیم بفرمایید؟ یک مسئله دیگر که میخواستم عرض بکنم این هستش که از جهتی که سیاست دولت به طور کلی از ابتدای شیوع کرونا قرنطینه کامل نبود و بعضا میامدن و این قضیه رو میگفتن که ما در فاز قرنطینه قرار نمیگیریم، برای همین قضیه اونقدر شاید جدی متاسفانه قلمداد نشد و اگر هم عده‌ای در قرنطینه قرار گرفتن، قرنطینه خودخواسته بود و مردم خودشون سعی کردن یک مدتی حداقل یک ماه از منازلشون بیرون نیان و سعی بکنن که در حالت قرنطینه قرار بگیرن، ولی این به واسطه اینکه دولت به هر تقدیر توان اقتصادی و توان لوجستیکیشو یا نداشت یا نمیتوانست، متاسفانه این قضیه هم به درستی انجام نگرفت. متشکرم از شما سروش مظفر مقدم، نویسنده و روزنامه‌نگار از مشهد. پارلمان عراق با رأی اعتماد به مصطفی کاظمی و بخشی از کابینه‌اش به 5 ماه خلأ در پست نخست وزیری پایان داد. آقای کاظمی در سخنرانیش گفت به صدای معترضان و خواسته هایشان گوش خواهد داد و نخواهد گذاشت از خاک عراق برای حمله به کشوری دیگر استفاده شود. در همین حال آمریکا گفته برای تسهیل کار دولت جدید معافیت عراق از تحریم واردات برق ایران را 3 ماه دیگر تمدید می‌کند. نفیسه کوهنورد گزارش می‌دهد. بالاخره طلسم شکست و عراق صاحب نخست وزیر جدید شد. این جلسه دیروز پارلمان برای رأی دادن به کابینه مصطفی کاظمی. نمایندگان بیش از نیمی از وزرا را پذیرفتند و به این ترتیب آقای کاظمی شد 6th رئیس دولت عراق. یسعى الى علاقات الاخوه. عراق تلاش خواهد کرد با جهان عرب و کشورهای همسایه و جامعه بین‌المللی رابطه برادری و همکاری برقرار کند. سیاستمداران عراقی باید به صدای مردم و جوانان و خواسته های به حق آنها گوش کنند. این دولت برای پاسخ به مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آمده و دولت حل خواهد بود، نه بحران. آقای کاظمی 3rd کسی بود که از سوی رئیس جمهوری عراق نامزد تشکیل دولت شد. او از سال 2016 رئیس دستگاه اطلاعاتی عراق بود و گفته می شود در این سالها رابطه خوبی با آمریکا و بعضی کشورهای عربی منطقه از جمله عربستان برقرار کرده. اما آقای کاظمی عراقی را تحویل می گیرد که با بحران‌های عمیقی دست به گریبان است.
تظاهرات گسترده دولتی که پاییز گذشته شروع شد و به انقلاب تشرین یا اکتبر لقب گرفت، عادل عبدالمهدی را ناچار به استعفا کرد. حدود 600 نفر در این اعتراض ها کشته شدند. معترض ها نیروهای دولتی و گروه های شبه نظامی را عامل این کشتار دانستند. آمدن نخست وزیر جدید هم اما بخشی از تظاهر کننده ها را راضی نکرده. این دیشب میدان تحریر بغداد و معترضانی که با شعارهایشان خواهان سقوط نظامند. آقای کاظمی وعده داده پیگیر شلیک کننده ها به معترضان باشد. دولت قول می دهد که حافظ آزادی بیان باشد و تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز و میدانهایشان را حفظ کند و با کمک آنها کسانی را که با معترضان بدرفتاری کردند و دستشان به خون عراقی ها آلوده است تحت پیگرد قرار دهد. در ماه های اخیر عراق بیش از همیشه به میدانی برای تسویه حساب میان آمریکا و ایران بدل شده و تنش ها بین این دو بالاتر رفته. تنش‌هایی که بر روند تشکیل دولت هم سایه انداخته بود. و این پیام نخست وزیر جدید به تهران و واشنگتن. ما اجازه نخواهیم داد کشور به محلی برای گروکشی‌های دیگران تبدیل شود. ما اجازه نخواهیم داد که خاک عراق برای حمله به کشور دیگر استفاده شود. در کنار اینها، عراق با کرونا و بحران اقتصادی ناشی از سقوط قیمت نفت مواجه است. انتخاب نخست وزیر جدید به 5 ماه ابهام پایان داد. اما بعید است بتواند به سالها بحران که هر روز هم به آن اضافه می شود پایان دهد. نفیسه کوهنورد، بی بی سی. در هفته گذشته 3,200,000 نفر به تعداد بیکاران در آمریکا اضافه شده است. دست کم 33 میلیون آمریکایی از اول فروردین شغلشان را به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا از دست دادند. با اینکه رقم افراد بیکار شده در این هفته 600,000 نفر کمتر از هفته قبل از آن است، ولی کارشناسان اقتصادی همچنان نگران تبعات همه‌گیری ویروس کرونا در آمریکا هستند. بر اساس یک گزارش سازمان ملل که به رسانه‌ها درج کرده، یک سازمان شبه نظامی روسیه حدود 1,200 نفر از نیروهایش را به لیبی فرستاده تا برای خلیفه حفتر ژنرال شورشی بجنگند. به گفته خبرگزاری رویترز که این گزارش را دیده، آنها را شبکه‌ای به نام گروه واگنر به لیبی اعزام کرده. این گروه هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده. چندی پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود اگر نیروهای روس در لیبی می‌جنگند، فرستاده دولت روسیه نیستند. در ادامه اعتراض علیه ادعای شکنجه و به رودخانه انداختن مسافران افغان توسط مرزبانان ایرانی، شماری از شهروندان افغانستان امروز در مقابل سفارت ایران در کابل اعتراض کردند. معترضان میگویند عاملان این ماجرا باید شناسایی و مجازات شوند. آنها هشدار دادند اگر دولت ایران به این موضوع رسیدگی نکند، دروازه سفارت این کشور در کابل را خواهند بست. ایران اصل اتهام را رد کرده. در فرانسه دو مامور پلیس به جرم بازداشت غیرقانونی آزار یک پناهجوی افغان به زندان محکوم شدند. یک پلیس دیگر هم از کار معلق شد. دادگاهی در مارسی گفته این ماموران اخیراً هنگام اعمال مقررات قرنطینه این مهاجر 27 ساله را در خیابان دستگیر کردند، با این اتهام که به سمت آبرانی که به او سیگار نداده بودند آب دهان انداخته. آنها به او دستبند زدند و 30 کیلومتر دورتر خارج از شهر رهایش کردند. پلیسی که گفته شده به او سیلی زده بود به 4 سال زندان محکوم شده. متهم دوم هم 18 ماه حبس گرفته. قتل یک محقق پزشکی چینی الاصل در آمریکا که درباره ویروس کرونا تحقیق می‌کرد جنجالی شده. جسد بینگلیو 37 ساله که در دانشگاه پیتسبورگ آمریکا استادیار بود، شنبه گذشته در خانه اش پیدا شد. همکارانش میگویند او در تحقیقاتش درباره ویروس کرونا پیشرفت چشمگیری کرده بود. همین باعث شده احتمال ترور شدن او مطرح شود. اما پلیس گفته پرونده او را در ارتباط با قتل یا خودکشی بررسی می‌کند و نه ترور. همسر نسرین ستوده وکیل زندانی اطلاعات تازه‌ای از وضعیت کایلی مورگیلبرت شهروند استرالیایی بریتانیایی زندانی در ایران منتشر کرده. رضا خندان در فیسبوک نوشته بر اساس خبرهایی که از زندان اوین به او رسیده، خانم مور برای مدتی طولانی در سلول انفرادی نگه داشته شد و
و تا به حال 3 بار اقدام به خودکشی کرده. خانم مور که مدرس مطالعات اسلامی در دانشگاه ملبورن بوده، حدود 1.5 سال پیش هنگام خروج از ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده. رضا خندان که همسرش نسرین سدوده در زندان است از تهران با ما هستند. آقای خندان، بیشتر به ما بگید در مورد این اطلاعاتی که شما در فیسبوکتون منتشر کردید و اینکه این اطلاعات چطور به دست شما رسیده. در آخرین ملاقاتی که من با همسرم داشتم، در فرصتی که اونجا پیش اومد، ایشون به من توضیح دادن که از وضعیت خانم گیلبرت تونستن اطلاعاتی به دست بیارن. ایشون به نوعی پیغام فرستاده برای اونا که توی بازداشتگاه، خب طبعا تحت شرایط بسیار شدید امنیتی از روز اول اونجا بوده و امیدوار بوده که این شرایط تغییر پیدا کنه، ایشون رو آزاد کنن. اما نه تنها آزاد نشد، بلکه با وجود اینکه فرستادن بنده، پروندهش به اتمام رسیده، حکم صادر شده، اما همچنان اونجا نگهداری میکنن. این اطلاعاتی بود و اینکه در این مدت به دلیل فشارهای مختلف و اینکه نتونسته کاری بکنه دست به خودکشی زده چندین بار و همچنان توی بازداشتگاه امنیتی داره نگهداری میشه. پس این اطلاعات رو شما از همسرتون دریافت کردید؟ آیا ایشون نگران حال خانم مور گیلبرت هستند و ایشون خواستار این شدند که شما این مطالب رو منتشر کنید یا اینکه خودتون تصمیم گرفتید؟ طبعا اینا رو به من میگفت برای اینکه من به اطلاع افکار عمومی برسونم، به ویژه که خانوادهش در جریان باشن و پیگیری کنم و افکار عمومی پیگیری کنم وضعیت و شرایطیشون رو. و فکر میکنید که چه کمکی میکنه انتشار این مطالب به وضعیت ایشون؟ به هر حال ایشون در تنهایی اونجا موندن و هیچ کسی وضعیتش رو به طور جدی پیگیری نمیکنه. بعد از این همه مدت و فشار طاقت فرسایی رو تحمل میکنه، ممکنه که فشار افکار عمومی باعث حداقل تغییر شرایط یا حتی شده انتقال او به بند عمومی باشه که بتونه مثل بقیه زندانیان حکمش رو سپری بکنه. ما امیدواریم که این توجه افکار عمومی مؤثر واقع بشه. آیا خانم ستوده نگران وضعیت خودشون نبودن در گفتگوی با شما در این مورد؟ طبعا خب از شرایط خودشون گله‌مند هستن و امیدوار بودن که اصلا بند زنان تعطیل بشه. میدونید که پیش از عید چند روزی و روزهای اول عید اعتصاب غذا کردن تا اینکه صداشون بیشتر شنیده بشه. زندانیان سیاسی که به زعم ایشون و به زعم ما بیگناه هستن و با وجود شیوع کرونا انتظار بر این بود که زندانیان سیاسی کلن آزاد بشن یا دست کم همشون به مرخصی فرستاده بشن، اما 17-18 نفر همچنان بدون مرخصی اونجا موندن. خب طبعا نگرانی زیادی بود. نگرانی زندانیان، توجه بفرمایید که فقط خودشون، جان خودشون نیستن، نگران خانوادهشون هستن که بعضی از اونها ممکنه سرپرستی هم نداشته باشن، دوست دارن در کنار فرزندانشون باشن یا پدر مادر پیری دارن. برخی از اونها پدرشون مادرشون رو از دست دادن در دورانی که بیماری شیوع پیدا کرده بود و اونها هیچ کمکی نتونستن به اعضای خانوادهشون بکنن. متشکرم از شما رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. پارلمان عراق به مصطفی کاظمی نخست وزیر جدید و اکثر وزیران کابینه اش رأی اعتماد داد. مقام های مسئول میگویند اوضاع استان خوزستان ایران در برابر ویروس کرونا بحرانی است و از هر 100 مراجعه کننده به اورژانس نیمی از آنها باید بستری شوند. در ادامه برنامه هدیه ای از نقاش سرشناس و ناشناس برای کادر درمان بریتانیا.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در ادامه تلاش‌ها برای صلح این کشور دور تازه‌ای از سفرهایش را آغاز کرده. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفته آقای خلیلزاد با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کرده. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان هم گفته در این دیدار در مورد آزادی زندانیان، آغاز مذاکرات بین الافغانی و اجرای کامل توافقنامه آمریکا با طالبان صحبت شده. نماینده ویژه ایران برای افغانستان هم تلفنی با مقام‌های طالبان در قطر صحبت کرده. همکارم روین رهنوش از کابل با ماست. روین، این سفر زلمه خلیلزاد به کدام کشورها و با چه هدفی داره صورت میگیره؟ این دور سفر آقای خلیلزاد به کشورهای قطر، هند و پاکستان هست. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده که بعد از قطر آقای خلیلزاد به هند سفر کرده و در این کشور با مقام‌های هندی در مورد روند صلح افغانستان صحبت کرده و با پاکستان هم به همین منظور قرار سفر بکنه. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا همینطور گفته شده که هدف از این سفر آقای خلیلزاد جلب توجه برای مذاکرات بین الافغانی و همینطور کاهش خشونت ها و مبارزه با کووید 19 در افغانستان هست. در بیشتر سفرهایی که قبلا آقای خلیلزاد به افغانستان داشته با مقام های دولت، البته به کشورهای منطقه داشته، در سفر به کابل هم آمده و با مقام های افغان دیدار کرده، همینطور با سیاسیون هم. اما این بار ظاهرا قرار نیست آقای خلیلزاد در دیداری از کابل داشته باشد. حدود 3 هفته پیش هم آقای خلیلزاد سفر به قطر و بعد به اسلام آباد داشت، اما سر به کابل نزد. از طرف وزارت خارجه ایران هم اعلام کرده که نماینده ویژه این وزارت برای افغانستان با مقام‌های طالبان در دفتر سیاسی این گروه در قطر صحبت تلفنی کرده. محمد ابراهیم طاهریان به اساس اون اعلامیه در مورد تحولات جاری در افغانستان با مقام‌های طالبان صحبت کرده. همینطور گفته شده که آقای طاهریان و طالبان در مورد مذاکرات بین الافغانی و جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در افغانستان هم صحبت کردند. 3 هفته پیش هم آقای طاهریان سفر به کابل داشت و با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و همینطور عبدالله عبدالله رئیس پیشین اجرایی در دولت وحدت ملی و تعداد از مقام ها و سیاسیون افغانستان دیدار داشت. این طرف هم شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که 52 زندانی دیگر طالبان را هم آزاد کرده که با این آزاد شده ها تعداد زندانیان آزاد شده طالبان به 933 نفر رسیده. قرار است طبق توافقنامه آمریکا و طالبان 5000 زندانی طالبان آزاد شود، اما محمد اشرف غنی تنها فرمان رهایی 1500 نفر را صادر کرد. طالبان هم گفت که 20 نفر از زندانیان دولت را در ولایت قندهار رها کرده که رها شده های دولت از زندان های طالبان هم به 130 نفر رسیده. اما با این همه معذرت میخوام روی این وقت برنامه کمه، متشکرم از تو روی این رهنوش در کابل. این روزها آزمایش در مسائل مربوط به کرونا بسیار پر اهمیت است و در مورد آن زیاد میشنویم. بسیاری از دولت‌ها آزمایش گسترده را برای کنترل کرونا حیاتی میدانند. مدیریت آزمایش در کشورها متفاوت است. کریس موریس از انواع آزمایش و اهمیت آنها گزارش میده. تبیت برای شکست کرونا باید بدونیم که چند نفر آلوده شدن، کجا، کی و چطور. به خاطر همینه که آزمایش مهمه. میتونه به ما بگه که چه کسانی در معرض آلودگی هن و چه کسانی در گذشته آلوده شدن و چه کسانی باید برای جلوگیری از شیوع ویروس در قرنطینه کامل باشن. دو نوع آزمایش هست. اولین نوع که از طریق بینی انجام میشه وجود ویروس رو بررسی میکنه و همینطور نشون میده که آلوده هستین یا نه، حتی اگه علائمی نداشته باشین و حالتون کاملا خوب باشه. اگه ویروس داشته باشین و لازم باشه قرنطینه و درمان میشین و همینطور افرادی که با اونها در تماس بودین شناسایی و آزمایش میشن. اینطوری از شیوع سریع کووید 19 جلوگیری میشه. کشورهایی مثل کره جنوبی و آلمان در اوایل شیوع بیماری عده زیادی رو آزمایش کردند و به نظر میرسه که موفق بودن و تونستن که تعداد مرگ و میر رو پایین نگه دارن. کشورهای دیگه مثل بریتانیا هنوز نتونستن به اونها برسن. برای این کار باید مواد شیمیایی و تخصص لازم رو داشته باشین.
و همینطور آزمایشگاه کافی تا بتونین ده ها هزار آزمایش رو هر روز بررسی کنین. نوع دوم آزمایش بررسی میکنه که آیا در گذشته آلوده شدین و اینکه نوعی از ایمنی در بدنتون ایجاد شده یا نه. با جستجوی پادتنی در خون شما که سیستم ایمنی بدنتون برای مبارزه با ویروس ها و باکتری ها استفاده میکنه. متاسفانه آزمایش های قابل اعتماد پادتن هنوز در دسترس نیست. در جاهای مختلف دارن روش کار میکنن و تعدادی که معتبر نیستن در بازار موجودن. دانشمندان در این باره هشدار دادن. نداشتن آزمایش بهتر از آزمایش بدیه که نتیجه اشتباه بده. تولید انبوه یک آزمایش پادتن قابل اعتماد میتونه کمک زیادی بکنه. اگه بدونیم که بدنمون نوعی از ایمنی رو داره، رفتن سر کار برامون آسون‌تر میشه. اگه بدونیم که عده بیشتری این ایمنی رو دارن، برامون آسون‌تر میشه که قرنطینه ها رو به طور ایمنتر و پایدارتری حذف کنیم. اما یه مشکل هست. پادتن ممکنه نوعی از ایمنی ایجاد کنه، اما نه ایمنی کامل. هنوز مشخص نیست که این ایمنی تا کی میتونه ادامه داشته باشه. آزمایش میتونه به ما برای دونستن تعداد موارد قطعی ابتلا و مرگ کمک کنه. اما تا پیدا شدن واکسنی که در مقابل این ویروس ایمنی ایجاد کنه هنوز فاصله داریم. تا اون موقع آزمایش برای مدیریت همه‌گیری حیاتیه. بانکسی، نقاش مشهور بریتانیایی، یک نقاشی جدید کشیده و اون رو به بیمارستانی در جنوب انگلستان فرستاده. نام این اثر گیم چنجر یا سرنوشت سازه و قراره که به زودی به حراج گذاشته بشه و پول فروش اون به نظام خدمات درمانی بریتانیا اهدا بشه. ویلگوم پرتس گزارش میده. یک نقاشی نادر دیگر از بانکسی، نقاش خیابانی. به طور ناشناس این نقاشی را به بیمارستان دانشگاه ساوثهمپتون در جنوب انگلستان فرستاده. مطمئناً کار خودش است. دیشب اینجا نصب و امروز صبح رونمایی شد. پسر بچه‌ای را با لباس دو بنده و تیشرت سفید نشان می‌دهد که دو زانو نشسته. در سطل آشغال روبرویش دو ابرقهرمان قدیمی دیده می‌شوند. به جای آنها با قهرمان جدیدش بازی می‌کند. یک پرستار که شنل پوشیده و دستش را به جلو دراز کرده. مثل سوپرمن در حال مأموریت است. ایده بانکسی این بوده که از کادر درمانی بریتانیا تشکر کند. اما آیا مورد قبول واقع شده؟ باعث افتخار ماست. این نقاشی اهمیت ما رو نشون میده و به ما احترام میذاره. برای سالها اینطور نبود، اما حالا در این موقعیت جایگاهمون رو دارن درک میکنن. این هدیه خوبی برای همه کادر درمانه. بسیاری از خدمه خودشون بیمار شدن، اما با همه این مشکلات به کارشون ادامه دادن. قرار است که این نقاشی در یک حراجی به فروش برسد و درآمد حاصل از آن به سیستم درمانی برسد. گفته می شود ممکن است تا 1,200,000 دلار به فروش برود. و با این گزارش می رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.